طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی بعد از چند هفته که از تایید اون در مجلس میگذره، اما همچنان مورد بحث کارشناسان و رسانه‌های حکومتیه. برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر الهه نفری زاویه، تحلیلگر و کنشگر سیاسی. خانم نفری، با سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه حرف امروز. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در رابطه با همین طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی، سوال اینه که علت اختلاف بر سر این طرح چیه و همچنین اجرای این طرح چه تبعاتی برای مردم داره؟ بفهمید. بله، خدمتتون عرض کنم که طرح سیانت از کاربران در فضای مجازی، من یکم بخوام شفافتر به این موضوع نگاه کنیم، بررسی کنیم، به این شکل که به این معنیه که دسترسی نداشتن به اینترنت آزاد، یعنی اینترنتی که تمام مردم دنیا به اون دسترسی دارن ولی مردم ایران نمیتونن به اون دسترسی داشته باشن و فقط اجازه دارن دسترسی به فضای خیلی تعریف شده محدود که اونم توسط رژیم آخوندی طراحی شده میتونن دسترسی داشته باشن، به این شکل که تمام اطلاعات و تبادل هر گونه دانشی باید از فیلترینگ رژیم بگذره، مورد تایید حکومت باشه، محدودسازی انجام بشه، سانسورهای لازم ایجاد بشه، خب و تازه این اینترنت برسه دست مردم. خب مطمئنن در چارچوب سفت و سخت امنیتی، دقت کنید، حتما در چارچوب سفت و سخت امنیتی و کنترلی تمام گفتارها و نوشتارها خواهد بود. یه تعبیر دیگرش هم اینه که هیچ کدوم از کاربران دنیای مجازی دیگه فضای خصوصی ندارن، دیگه اصلا فضای خصوصی براشون معنایی نداره و تمام فضاها به وسیله حکام و این رژیم کاملا کنترل شده. خب ما وقتی اینجوری میبینیم، خب این الان میشه تعریف این طرح. حالا من اصلا میخوام براتون یه جوری بررسی کنم این قضیه رو که ببینیم اصلا کلن این طرح از کجا شروع شد و داستانش به چه صورته. خدمتتون عرض کنم که این طرح از زمانی شروع شد که خامنه آزاد بودن فضای مجازی رو شکایت کرد. خب بعد گفتش که گفت از اون موقع شروع شد و از اون زمان و به مرور همجوری شدت گرفت. حالا یه مسئله که من میخوام براتون بگم که اصلا کلن خامنه‌ای برای چی شکایت کرد؟ برای اینکه ببینید مردم اینو میدونن، واقعا به این امر واقفن تمام مردم، که هیچ وقت واقعیت ها رو نمیتونن از رسانه های رژیم دریافت کنن، نمیتونن بشنون، چون اونا واقعا یک پارچه دروغ میگن. به خاطر همین ناچارن برای اینکه بتونن به واقعیت ها دسترسی پیدا کنن، بتونن واقعیت ها رو بشناسن، بشنون و بدونن دنیا در چه عرصه‌ای هست و بدونن دنیا در چه خبره، بنابراین متوسل میشن به فضای مجازی. خب این یه قسمت قضیه است. یه مسئله دیگه هم میخواییم بهش نگاه کنیم. ببینید تو چند سال گذشته، زمانی که کلن اینترنت به وجود اومد، اصلا برسه ظهور رسید، خب تبادل اطلاعات و دانش بین مردم و بیان واقعیت ها روز به روز پررنگتر شد. اینقدر پررنگتر شد ما میبینیم که اصلا در دورترین، خدمتتون عرض کنم، مناطق روستایی هم با اتصال به اینترنت و حالا همین اپ‌های موجود تونستن چیکار کنن، روشنگری در اونا اتفاق افتاد. خیلی جالبه اینکه حتی مثلا خدمتتون عرض کنم این روشنگری به این شکل بود که مثلا میبینیم این افراد، حتی مسن‌ترین افرادی که در دوردست‌ترین، خدمتتون عرض کردم، مناطق روستایی هستن، یه چیزایی عنوان میکنن، یه چیزایی در موردش بحث میکنن که واقعا عالیه، خیلی زیباست و اینقدر
روشنگری به خوبی اتفاق افتاده. ما میتونیم ببینیم که حد فاصله بین این کودکانی که الان به وجود مثلا در عرصه ظهور هستن و کودکانی که دهه قبل هستن، دهه‌های اول با دهه‌های قبل، چقدر این کودکان با هم فرق میکنن، چقدر ضریب هوشیشون بالاتره و اینا به خاطر چیه؟ همه به خاطر این ظهور اطلاعات، اینترنت و تمام این اتفاقایی که به وجود اومده. خب حالا ولی قبلا اینجا چی بود؟ قبلا اینترنت نبود دیگه. خب همه فضاها بسته بود، کمتر کسی سر از کار این رژیم در می آورد، منظورم مردم عادیه ها. خب ولی وقتی که اینترنت گسترش پیدا کرد، خیلی افشاگری ها در خصوص سران حکومتی فاش شد. ببینید اگر حضور ذهن داشتین که مطمئنن دارین، فیشای حقوقی نجومی در اومد، یه سری فسادهای اخلاقی، یه سری فسادهای مالی آخونده علنی شد. خب و واقعا مردم چهره واقعی اینا رو دیدن، چهره واقعی این آخونده رو دیدن. خب برای مردم نمایان شد این چهره واقعیشون و دیدن که وقتی جلوی مردم هستن چجوری برخورد میکنن، ولی وقتی که کنار هستن در پشت چه اتفاقای خاصی براشون میفته و چجوری برخورد میکنن. خب اینها و همچنین این مثلا یه خوبیایی بود که همه اینا علنی شد. بله. دیگه این که غیر از اینها مثلا با وجود اینترنت، قیام ها علیه رژیم خیلی به صورت منظم و یک پارچه تر شکل گرفت. بله. و کشتارهایی که رژیم مردم رو میکشتن، مردم تونستن از طریق همین رسانه، از طریق همین فضای مجازی، از طریق همین اپ ها به دنیا اطلاع بدن که این کشتارها به چه صورت مثلا اتفاق میفته و مردم و جهان اینو ببینن. خب برای همین موجب ترس و وحشت خامنه ای شد دیگه. بله. بر همین از آزاد بودن فضای مجازی سریع شکایت کرد، خواست که محدودیت ها اجرا بشه. بله برای همین. بله درست میفهمید. شما از وجود امنیت گفتین و گسترش اینترنت، از طرفی هم خدماتی که این میرسونه. حالا در صورتی که رژیم بتونه این طرح رو اجرا کنه، آیا راهکاری برای مقابله برای اون هست؟ بله 100% راهکاری هست. فقط من اینو یکم این بحث قبلی رو یه جمع‌بندیش کنم خدمتتون عرض کنم که میخواد به کجا برسه. اول اون میخواد که فضای مجازی اول اینکه کنترل بشه، فقط اطلاعاتی در دست مردم قرار بگیره، اینکه فقط از فیلترینگ رژیم رد بشه، بعدش جلوگیری کنه از اختشاش، و سوم اینکه بخواد شناسایی کنه مخالفین راحت‌تر و اونها رو دستگیر کنه. در همین راستا خدمتتون عرض کنم وزیر ارتباطات دولت جدیدش یه طرحی رو گفته که من حتما اینو تو این طرح دوره 4 سالم حتما این رو اجرایی میکنم، که همین طرحی که خدمتتون عرض کردم، همین اشاره کردیم بهش، که خب جنبه های مختلفی هم در نظر گرفته بشه، یه محورهای مختلفی هم داره که امنیت فضای مجازی رو عنوان کرده، شبکه ملی و حفظ حریم خصوصی. خب خدمتتون عرض کنم اینا تنها چیزی که اهمیت نمیدن بهش حفظ حریم خصوصیه. برای همین وقتی دیدن این مسئله اینجوری عنوان شد، خیلی جنجالی شد، تصمیم گرفتن به طور مخفیانه مورد بررسی قرار بدن این قضیه رو و حتی در صحنه علنی مجلس هم قرار نده، این بررسی نکننش. از بس این طرح ضد مردمی بود، با گذشت چند هفته که گذشت مثلا این مسئله که عنوان شد، دیدن که چه واکنش های بدی در جامعه براش اتفاق افتاد و همه عکس العمل نشون دادن، حتی خود رسانه های رژیم عکس العمل نشون دادن. به خاطر همین گفتن که خب حالا که هنوز اجرایی نشده این عکس العمله، اگه بخواد این طرح اجرایی بشه چه اتفاق خاصی میخواد بیفته. البته ما اینو میدونیم که اگه اجرایی بشه این طرح با چه چالش های بزرگی مواجه میشه، چالش هایی که واقعا از قیام هایی که تا الان بوده خیلی گسترده تره. البته من بخوام بهتون به این نکته اشاره کنم، به خاطر همین الان دولت اعلام کرد از ترس مردم، وحشت مردم،
اعلام کرده که مجلس فعلا این طرحو گذاشته کنار. خب این طرحو گذاشته کنار و الان اصلا باهاش کاری نداره اینا. ولی خب این واقعیت نیست. ما میدونیم که این طرح در دستور کار دولته و داره روش برنامه ریزی میشه و اصلا اونو کنار نذاشته، ولی به خاطر اینکه خشم مردم کنترل بشه در حال حاضر میگه که ما اینا کنار گذاشتیم. در خصوص اون سوالی که فرموده بودین چه تبعاتی برای مردم داره، من بگم خدمتتون. ببینید الان توی عرصه‌ای هستیم که اینترنت برای همه، خب اینترنت برای همه، خب الان البته ما میگیم همه دسترسی دارن به اینترنت و اینا، ولی خب میدونیم که ما با فیلتر شکن باید برن، تمام اکثر اپ ها بسته است، تمام برنامه ها بسته است، فیلتره با فیلتر شکن میرن همین الانش هم. ولی با این حال باید به این هم اشاره کنم، با توجه به این قضیه که این هم هست، ولی با توجه به اقتصاد بی سامان و برشکسته ایران و وجود کرونا، خیلی از مردم کسب و کارشون آوردن تو کجا؟ تو اینترنت. الان کسب و کار اینترنتی خیلی رونق پیدا کرد، خیلی هم کسب و کارشون درآمدزاییشون از طریق اینترنت شد و برای خیلی هم درآمدزایی خوب بود و برای خیلی هم اصلا کلن فقط تنها منبع درآمدشون بود. خب کلن اگه این طرح اجرا بشه مسلماً چی میشه؟ مختل میشه دیگه، تمام اینها مختل میشه. بعد خدمتتون عرض کنم این یه قسمت قضیه است. حتی برای گروه حوزه خبر و رسانه هم فعالیت که دارن محدودیت ها ایجاد میشه، باعث خودسانسوری میشه. یه مشکل دیگه هم برای دانشجوها پیش میاد که واقعا این که دانشجو واقعا باید با بروزترین اطلاعات دنیا رو داشته باشه تا بتونه تحقیق کنه تو پروژه ها با اینا، ولی واقعا اونم دستش بسته میشه. بنابراین به نظر من کلن این طرح سیانت نیست، طرحیه برای جاسوسی و کنترل حریم شخصی زندگی تک تک مردم ایران. حالا سوال دومی که شما فرمودین در صورت اجرای شدن این طرح حالا باید مثلا با مقابله با اون چی کار کنیم، من خدمت رو عرض میکنم. قبلش بگم، قبل از اینکه راهکارا رو بگم خدمتتون، بگم که خامنه ای اصلا توان بستن اینترنت و ایزوله کردن اونو نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون اصلا زیرساختای لازم این کارو نداره در حال حاضر. و اگه بخواد حالا این زیرساختا رو فراهم بکنه خیلی زمان زیادی میبره تا بخواد این زیرساختا رو فراهم کنه. خب یکی این مسئله، یه مسئله اینم که خدمتتون عرض کنم اینی که مردم انقدر آگاه هم با توجه به این همه فیلترینگی که محدودیت ها و فیلترینگی که وجود داره توی ایران، مردم تونستن از طریق فیلتر شکن ها، اپ های مختلف تونستن همه اونا رو جمع آوری کنن و یه راه جدیدی پیدا کنن و همه اونا رو دور بزنن. خب این خیلی عالیه دیگه و مطمئنن همچین چیزهایی به وجود میاد برای این قضیه. یه مسئله خیلی مهمه دیگه هم که بهش اشاره کنم این که در حال حاضر مسئله ماهواره استالینگه. خب که اصلا بگم مثلا کلن چجوریه، این خیلی جنبندی میکنم ببخش صحبت همو. مسئله ماهواره استالینگ این که شرکت اسپیس ایکس با مدیریت ایلان ماسک که همون مدیر شرکت تسلاست، این پروژه عظیم استالینگ رو اندازی کرده که باعث شد اصلا کلن دنیا متحول بشه. خب و اینا در حال استقرار مجموعی از هزاران ماهواره کوچک در مدار زمینه که میتونه اینترنت ماهواره یا برای تمام دنیا و برای تمام کره زمین فراهم کنه. خب حالا نکته مهمش اینه که ایران هم تحت پوشش همین ماهواره است و این عالیه، بهتر از این دیگه نمیشه. حالا گزارش هایی که رسیده اینه که تجهیزات دریافت این اینترنت هم به ایران رسیده که اینم مسلماً یکی از اتفاقهای خوبیه که افتاده. یه خبر خوب دیگه هم بگم خدمتون، ایلان ماسک اعلام کرده که امکان ایجاد پارازیت و فیلتر روی اینترنت وجود نداره، یعنی کلن دست رژیم بسته است این که بخواد پارازیت بندازه، بخواد فیلتر کنه، همه اینا رو دستشو بسته و حجم اینترنت نامحدوده و هیچ سایتی توی این خدمتون عرض کنم توی این استالینگ فیلتر نیستش. خب پس ما نتیجه میگیریم با راه اندازی این پروژه استالینگ کلن دکون
فیلترینگ اینترنت توسط رژیم بسته میشه. بله. یه نکته آخر بگم که زیاد وقت شما رو نگیرم، این که میخوام بهش اشاره کنم این که خامنه ای اگه بتونه این طرح رو پیش ببره یا نتونه، در نتیجه هیچ تفاوتی نمیکنه. چون اگه این طرح متوقف بشه، خب فضای مجازی همچنان به طور مؤثر، خب ارتباط ما فضای مجازی داریم، ارتباط با قیام آفرینا داریم، اطلاع رسانی با افکار عمومی داریم و با دنیا ارتباط داریم. حالا اگه این طرح اجرایی بشه در حکم چی میمونه؟ در حکم جرقه انفجاری میمونه که در جامعه عمل میکنه به این شکل. بله، با تشکر از شما دکتر نفری، با توضیحات روشنگرانه و خیلی مختصر مفیدتون، با تشکر از شما، سلامت باشید.